بر ضد منافع ایران تحریکاتی می شود. دو شعارهایی می شنوید که به گوش ایرانی ناآشناست. هیچ ایرانی حقیقی همچین شعاری نمی‌دهد. ولی ما این شعارها رو شنیدیم، تعجب کردیم، تأسف خوردیم، بلکه قصه هم خوردیم. چی تو می شود یک نفر اسمش ایرانی باشد ولی شعاری بدهد که به من به وسیله خارجی به او دیکته شد؟ ولی پرده ها بالا رفت، ماسک ها عقب رفت، افراد شناخته شد. حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشد شناخته شد. صفوف ایرانی باید از هم جدا. از 30 میلیون جمعیت مطمئن هست که 29,900,000 نفرش ایرانی هستند و عده قلیلی اگر اسمشون ایرانی دلشون ایرانی صفوف ایرانی باید از هم جدا بشه. این دو صف باید از هم جدا بشه. البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو صف، ولی اون 29,900,000 نفر اینها باید فاصله بگیرند. درود بر شما هم‌میهنان گرامی. امروز در مورد فراکسیون قبیله‌گرایی در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی می‌خوایم صحبت کنیم که در هفته دوم آبان یک دفعه عده اونجا پیدا شدن و گفتن آقا ما فراکسیون مناطق ترک‌نشین رو پایه‌شو گذاشتیم و می‌خوایم فراکسیون باشیم. در این برنامه به این فراکسیون قبیله‌گرایی خواهیم پرداخت و خطراتشو می‌گیم و اینکه چگونه تشکیل شده و دروغ‌هایی که اینا مطرح کردن. و سپس در باب این میخوایم صحبت کنیم که ما اصلا در ایران ترک نداریم که فراکسیون قبیله‌ای به نام مثلا فراکسیون قبیله‌ای مناطق ترک نشین بخوایم داشته باشیم، که قبلا البته در برنامه 46 روده است به این مهم پرداخته بودیم، که من خواهش میکنم عزیزان برنامه 46 روده است رو با دقت نگاه کنن که اونجا توضیح دادیم که آذربایجان ترک زبان است و نه ترک، که البته این ترک زبان بودن مردم آذربایجان هم افتخار نیست. در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب ترکان عثمانی به ما حمله میکنن، چند سال آذربایجان رو از آن خود میکنن و اونجا رو اشغال میکنن و در این چند سال زبان ترکی رو به ما تحمیل میکنن در اون مناطق، همون گونه که زبان عربی رو میخواستن به ما تحمیل کنن و ما تونستیم جلوش بایستیم و شبختانه زبان آذری اونجا تقریبا از بین رفت. البته هنوز هستن بخشایی که به زبان آذری سخن میگن، ولی خب زبان ترکی جایگزین زبان آذری شد. میگم در برنامه 46 روده است همه اینا رو توضیح دادیم. من میخوام خیلی تونتون صحبت کنم که وقت شما عزیزان رو نگیرم. در هفته دوم آبان همین 1395 پس از خروش میلیونی ایرانیان در هفتم آبان و تو دهنی زدن به جریانات تجزیه طلب و اینکه پانترکا خیلی خیلی بهشون فشار اومد هفتم آبان رو دیدن، اربابانشون از خارج از کشور آقای علیوف و آقای اردوغان اینها به نوچه های خودشون، به نوکران خودشون، به مزدوران خودشون دستور دادن تا در مجلس شورای اسلامی فراکسیونی رو به نام فراکسیون مناطق ترک نشین بخوام پایه‌گذاری کنن. خب این فراکسیون وقتی که اومد تشکیل شد، رئیس این فراکسیون آقای مسعود پزشکیانه و سخنگوی این فراکسیون خانم زهرا ساییه. خانم زهرا سایی و آقای مسعود پزشکیان مستقیماً با حمایت شخص محمد خاتمی در اون لیست امید، اگر یادتون باشه آقای خاتمی نشستن در خونشون فیلم از خودشون گرفتن و از مردم خواستن که در انتخابات به این لیست امید رأی بدن، تونستن به مجلس راه پیدا کنن و اینجا باز ما رد پای اصلاح طلبان رو میبینیم که از کسانی که اینها فرستادن در مجلس و با این بلنگوهای رسانه‌ای بسیار قوی خودشون، چون اینا اینقدر نیروی اصلاح طلب صادر کردن در خارج از کشور در اروپا، اینا هم که 24 ساعته در بی بی سی و صدای آمریکان تبلیغ کردن و به این لیست رأی دادن و الان این لیست که رفته وارد مجلس شده، رئیس جریان قبیله گرایی آقای مسعود پزشکیانه. من واقعا خندم میگیره. ما در ایرانمون هیچ وقت حتی در زمانهایی که هنوز مسئله حکومت‌های مدرن به شکل امروزی هم مطرح نبود، ما در ایران همیشه ملی برخورد می‌کردیم، هیچ وقت بحث قومی نداشتیم و الان شما نگاه کنید در این عصر اینا دارن میان و مانند انسان‌های اولیه قبیله‌ای هستن که هنوز لباس نتونسته بودن اختراع کنن، هنوز هم در جنگل‌های آمازون شاید بعضی از این قبیله‌ها رو ببینید که با 4 تا برگ عورت خودشونو پوشوندن و اینا. به این شکل اینا اومدن دارن فراکسیون را میندازن. اولا که فراکسیون در پارلمان، مجلس یا هر چیز دیگه‌ای که می‌خوایم نامشو بذاریم، هول و هوش مسائل اجتماعی و اقتصادی و اینا شکل می‌گیره.
ما در هیچ جای دنیا نداریم فراکسیون بر اساس قومیت بخواد شکل بگیره. واقعا این یک توحش، یک ارتجاس زننده است. اما وقتی که یک حکومت ضد ملی داشته باشیم و این حکومت دم از یک مذهب غیر ایرانی بزنه و تو سر جریان ملیگرا بزنه، و وقتی شما ملیگرایی رو در یک کشور میکشید این اتفاقات میفته، بیگانگان راحت میتونن دخالت بکنن در کشورمون و ما الان دستای آقای محمد علیوف و این آقای اردوغان رو میبینیم که چگونه دارن این عرصک های خیمه شبازی خودشون رو در مجلس ایران میگردونن بابت مسائل اقتصادی که وجود داره. شما سالهاست دارید میبینید که این اجناس بسیار کم کیفیت ترک داره وارد ایران میشه، ما چه وارداتی از ترکیه داریم و همینه. یعنی واقعا ترکیه اگه ایران نداشت کی رو میخواستش بشه؟ تمام بازار ایران و شلوارای ترک و اینا در دست گرفتن، تسخیر کردن و الان هم میخوان بیشتر از این کار رو بکنن. سرتون درد نیارم. دروغ هایی که در این فراکسیون مطرح شده رو بیان خواهیم کرد، به مانند این که اینا گفتن ما 100 تن تا به این لحظه امضا کردن ولی بیشتر از 15 نام بیرون نیومده و بعدش آقای پزشکیان در جای مجبور شده زیرش بزنه، به اینا خواهیم پرداخت. تا قبل از اینکه به دروغاشون بخوایم بپردازیم، در این لیست آقای مسعود پزشکیان و نادر قاضی پور خیلی برای من جالبن. این دو تا رو بیشتر در موردشون توضیح میدیم، چون آقای مسعود پزشکیان یک نام ششتنه دادن که این ششتن رئیس هیئت این فراکسیون هستن. آقای مسعود پزشکیان رئیس این جریانه، نادر قاضی پور نائب رئیس اوله، که این نادر قاضی پور یکی از اون انسانای فاشیستیه که به شدت نفرت پراکن قومیه، یک بیمار روانیه. حرفای زننده‌ای که حتی در مورد تمام ایرانیان زده رو که به کنار بزنیم، حتی به زنان آذری هم رحم نمی‌کنه و توهین‌های خیلی زننده و سخیف می‌کنه. بعد رضا کریمی نایب رئیس دوم، آقای محمد حسن نژاد دبیر این داستانه، شهاب الدین بی‌مقدارم دبیر این داستانه و زهرا سایی سخنگوش، الیاس حضرتی از اعضای امضا کننده است که هنوز براشون پستی رو سمتی رو در نظر نگرفتن، علی اکبری هم حوزه انتخابی شیرازه که اومده این فراکسیون رو امضا کرده، اصغر سلیمی، اکبر ترکی، محسن کوهکن، محمد رضا بادامچی، علی نعمتی، محمد رضا منصوری، شهرام قراوی. و خیلی جالبه من بهتون بگم، تا الان خود پان ترک ها ادعا داشتن فقط آذربایجان ترک و اینا، حالا از این امضا کننده ها مثلا من علی اکبری رو میبینم که از نماینده مردم شیرازه. نماینده مردم شیراز توی این فراکسیون چی کار میکنه؟ من واقعا موندم. یعنی شما ببینید چه گاو و شیر و پلنگی، وقتی که میگم این مجلس شورای اسلامی است یعنی همین، واقعا گاو و شیر و پلنگ یعنی همین. نماینده شیراز عمره در فراکسیون قبیله گرایی مناطق ترک نشین، اینم خیلی برام جالب. البته از خراسان بوده، از تهران مثلا الیاس حضرتی بوده. واقعا اصلا من برام تعجبه که از تهران و خراسان و اینا من نمیفهمم چجوری باید در این مثلا مناطق، آیا خراسان و شیراز مناطق ترک نشینن؟ این خیلی برام جالبه. خب من سرتون درد نیارم، من به مسئول پزشکیان میخوام بپردازم، شخصی که با حمایت مستقیم محمد خاتمی و این اصلاح طلبان وطن فروش به مجلس راه پیدا کرده. البته در کلیت که تمام هر کسی که باور به جمهوری اسلامی داره وطن فروشه، اصلاح طلب و اصولگرا نداره. ولی خب این اصلاح طلب ها چون خیلی بزک کردن و بی بی سی سر آمریکا اینا رو خیلی بزک میکنن به خورد ملت ایران میدن، برای همین من حساسیتم بیشتره. سرتون در نهنم، مسئله پزشکیان قبلا ترشحات بیمارگونه مغزشو در مجلس بیان کرده بود و حرفایی رو زده بود و اینا رو ما الان گوش میکنیم در مجلس سخنانی که میگه و برمیگرده. سال اسفند 94 آقای پزشکیان این حرفا رو زده، گوش میکنیم برمیگردیم. قانون اساسی به همه قومیت ها و ملت ها اجازه داده که به زبان خودشون حرف بزنن، به زبان خودشون در مدرسه براشون بنویسن که مدارس باید بشه درست دار. 37 سال، وارد 38 سال شدیم، ما نمیتونیم به زبان خودمون در مدرسه حرف بزنیم و بنویسیم، ولی باید کسی که ترکه بتونه در مدرسه خودش ترکی بنویسه و یاد بگیره، باید کسی که کرد در مدرسه کردی بنویسه یاد بگیره. این قانونه، نمیشه یه دل سلیقه خودشون اجازه ندن مردم به زبان خودشون حرف بزن، و اگه حرف زدن بگن شما پانترکیست
هستین یا پان کردیسمین یا پان نمیدونم چی چی هستین. خدا من رو ترک آفریده، بنده اینکه این گونه خلق شدم شاکر خداوندم. هیچ زبانی و هیچ قومیتی نمیتونه خودش از من برتر بدونه. خب این خودعوالات آقای مسئول پزشکیان رو شنیدیم که میگه آقا جون هر کس باید بتونه با زبون خودش حرف بزنه. خب شما ببخشید کل ایران که دارید به زبون ترکی حرف میزنید، در همون تهران شما برید به جنوب تهران نگاه کنید، همه اصلا توی یه منطقه بود، خدا ابوذر بود چی بود، همه قلعه مرغی اینا همه به زبون ترکی تون سران صحبت میکنن که کسی رو ما جلوشون نگرفتیم. ببخشید بعدم در همه الان همین جمهوری اسلامی با همه ایراداتی که بهش هست و من همیشه گفتم تبعیض در جمهوری اسلامی بر اساس جنسیت، بر اساس میزان وابستگی به بیت رهبری و ولایت فقیه، بر اساس مذهبه، یعنی سنی مثلا شیعی زرتشتی بهایی، اینو بر اساس ایناست. ما تبعیض قومیتی در ایران نداریم و اگر تبعیضات قومیتی وجود مثلا آدم میبینه بر اساس اقتصاد ناهمگونی که در تمام دنیا وجود داره. درسانی الان مثلا استان یزد که پارسی زبانه که وضعش از کردستان و آذربایجان که خیلی بدتره. پس دروغ نگید یکی مسئله. و اینکه شما همتون به زبان خودتون حرف میزنید، نه تنها به زبان خود حرف میزنید، روزنامه دارید، خود دولت جمهوری اسلامی براتون تلویزیون را انداخته، تلویزیون های استانی دارید به زبان محلیتون، حتی رقصای محلیتون رو من والا ندیدم رقص، مثلا یه رقصی رو تو تلویزیون مثلا 1 2 3 4 5 کانال تهران میخواد نشون بده، اما 24 ساعته رقص ترکی، رقص کردی در کانال های استانی شما داره نمایش داده میشه. خب بس دروغ نگید دیگه، فقط کاربران یه سرچ کنید ببینید چقدر رقص ترکی و کردی برای شما انجام میشه. و من چون برنامه طول نشد دیگه نشون دادم، چون تو برنامه قبلی نشون دادم، شما حتی رقص محلیتون هم توی کانال های استانیتون نشون میده. دروغ نگید. اما شما دردتو میگی، میگی آقا باید حق داشته باشه به زبان خودش در مدرسه آموزش ببیند. زهی خیال باطل، هیچ جای دنیا آقا مسئول پزشکیان این چنین نیست. همه کشور به زبان پارسی موظفن آموزش ببینن، مگر اینکه آموزش زبان مادری رو صحبت کنیم، یه کلاسی هم مثلا به مانند کلاس انگلیسی و کلاس عربی و اینا مثلا بزنیم، کلاس فلان زبونی که مثلا شما توی استانتون دارید، کردی آذریه. وگرنه اینکه شما ریاضی و فیزیکا بخواید به زبان ترکی و کردی بخونی، زهی خیال باطل، هیچگاه نخواهیم اجازه داد شما چنین بکنید. فعلا برید دعا به جون جمهوری اسلامی کنید. ما اگر یک روزی یک حکومت ملی اعلام کنیم، نفستون رو میگیریم که این چرندیات رو نگیریم، نه نفستون رو بخواییم با زندان و اینا مثل جمهوری اسلامی، نه با سند، با اسناد سازمان ملل که ما بارها بیان کردیم تو برنامه‌مون. طبق اسناد سازمان ملل فقط حکومت‌ها موظفن اجازه بدن شما حرف کنن. ماده 10 قوانین حقوق بشر سازمان ملل بود دیگه، من تو برنامه اینا رو همه رو تخصصی درست کردم برنامه‌اشو، برید به برنامه اینکه فقط زبان، فقط تکلم به زبان مادری و حکومت‌ها موظفن اجازه بدن. اینکه شما می‌خواید آموزش، اولا آموزش به زبان مادری که زیر خیال باطل، انگلیسی و فیزیک و اینا رو همه رو شما باید فارسی بخونید، اما اینکه می‌خواید حالا یه کلاسی هم داشته باشید که توش زبان ترکی و کردی و اینا رو هم یاد بگی، این تازه وظیفه حکومت نیست، وظیفه بخش خصوصیه، خودتون باید راه بندازید، این وظیفه حکومت نیست. خیلی هم تا به امروز بهتون حال دادیم، این هم نه جمهوری اسلامی که اصلا ببخشید دیگه به شما اینقدر حال داده تو مجلس میتونید راه برید، این چرندیات تو مجلس، تو صحن علنی مجلس. بله وقتی مجلس ملی نباشه، مجلس اسلامی باشه، باید هم آقای مسئول پزشکیان این چنین سخن بگی، این حرفا رو بزنی. متاسفم به راستی برای مملکتمون، به جای یک پارلمان ملی، به جای یک مجلس و شورای ملی، ما باید مجلس اسلامی داشته باشیم که این جریانات بیمار تجزیه طلب و قومگرا و قبیله گرا رشد بکنن. بعدش هم شما تو این صحبتاتون خیلی البته دروغ گفتید و گفتید بعد به زبان اینا، اینا این حرفا نیست. بعد گفتی من خوشحالم که خداوند چیزه منو ترک آفریده. عزیز دل من، شما رو شاید ترک، جد آبادت هم شاید ترک به دنیا آورده، چون ترک ها که یه مش آدم های وحشی و قبیله‌ای در آسیای مرکزی و سیبری و اونورا بودن که حالا در ادامه خواهم گفت چگونه چین از ترس شماها دیوار چین رو بنا کرد، ما دیوار آلان و دربند و ساسانیان بنا کردن که حتی یونانیان
پول به ساسانیانی دادن از ترس شماها که نرید و شما آخرش از بالای دریای مازندران و بالای گرگان و اینا راهتون رو پیدا کردید، رسیدید به اروپا و به آسیای غربی و در ترکیه امروز تونستید اونجا باشید و پدر یونانیان هم در چند بحره در آوردید. حالا اینا رو بهش خواهم رسید. ما ترک نداریم قربونت برم تو ایران، شاید تو جد و آباد ترک باشن و از اون وسط سیبری و اینا فرزند چنگیز و آتیلا و اینا باشی، ولی ما در ایران آذری داریم، ما آذری داریم، تموم شده رفت. ترک زبانی هم به ما تحمیل شده، به مردم آذربایجان تحمیل شده. ترکان عثمانی وحشی ها حمله کردن در زمان شاه اسماعیل و شاه تحماسب، این زبان به ما تحمیل کرد. ما اصلا ترک نداریم که شما بخواید انقدر خودتون رو بکشید. اصلا ترک ها ریششون در نمیاد که. حالا تو خودت که ریش داری، شور وقتانی نشون میده ترک هم نیستی، نشون میده ریش داری دیگه. اصلا ترک ها کردن این جنتیک، برو ببین چه جوری هن. همه حرفای علکی میزنید. بعد سرتون درد نیارم. به آقای این نادر قاضی پور میخواییم برسیم. این واقعا یک آدمیه که خیلی واقعا عجیب غریبه. این توهینایی که تا به امروز کرده واقعا وحشتناکه. البته آقای مسعود پزشکیان در سال 92 از کدواژه که تجزیه طلبان استفاده میکنه و میگه ما در برابر قومیت ها و ملیت ها و مناطق مختلف جغرافیایی و مذاهب مختلف کشور موظف هستیم بر اساس عدالت با همه برخورد کنیم. این سخنان آقای مسعود پزشکیان در سال 99 با گفتگو با ایسنا گفته و این واژه ملیت ها همون کد واژه است که من همیشه بهتون میگم. امروزم شما میبینید مثل نقل و نبا از دهن خیلی از این اپوزیسیون، نمیخوام بگم بی سواد، بی سواد شاید نباشن خیلی هاشون، پول گرفته از عربستان هم بیان میکنن. همین کد واژه رو آقای پزشکیان هم در مجلس شورای اسلامی بیان میکنه. اینا نکاتی است که بعد آدم ببینه که چگونه ملت یگانه ایرانو میخوام بگن ملیت ها وجود دارن. نه، ما در ایران یک ملت داریم. بالا برید پایین بیاید. حالا به آقای نادر قاضی پور میپردازیم. آقای نادر قاضی پور توهین های بیشماری کرده در این انتخاباتی که بودش برای مجلس. ایشون یه حرفای زننده ای میزنه و توهین میکنه به زنان ایران. فیلمشو حتما بارها دیدید، بار دیگر این فیلمو میذارم شما ببینید که چه کسانی در رأس این فراکسیون غیرقانونی، حتی قانون دوزاری جمهوری اسلامی هم غیرقانونیه. واقعا این توحشه. من موندم چگونه، یعنی ما واقعا، من مطمئنم در اون حکومت بالاخره یه عده هستن قلبشون شاید برای ایران بتپه ولی در اون سیستم نتونن زیاد کاری کنن، ولی باید صداها در بیاد. این فراکسیون، همه اینایی که این فراکسیون امضا کردن باید به جرم خیانت به ایران، به جرم قبیله گرایی بازداشت بشن، به دادگاه کشیده بشن. حالا صحبت این قاضی پور رو گوش کنید، برمیگردیم. خب ببینید این آدم اصلا به همه ملت ایران داره توهین میکنه، خودشو تافته جدا بافته میدونه. این چه هر نماینده مجلس باید همین، البته در جمهوری اسلامی از بالا تا پایینشونو بگیره همینه. وقتی اون بازجوهای ما اونجوری با الفاظ رکیک صحبت میکردن همینه دیگه، سیستم اون مملکت همینه. من اون وقت یک مشت نفرت پراکن بیمار جنسیست این آقای قاضی پور. و شما ببینید در شهریور 95 همین چند ماه پیش ایشون در صحنه علنی مجلس، یکی از خبرنگارا که در مورد همین فراکسیون اینا که میدونه که اینا میخوان راه بندازن سوال میکنه و اینا رو گوشه رینگیر میندازه، این آقای قاضی پور میگیره این خبرنگار رو به شدت کتک میزنه و تا این لحظه هم کسی پیگیری نمیکنه. از این کتک کاریشون فیلمی موجود نیست ولی یه تیکه صدا هست. من بخشی از این صدایی که آقای قاضی پور با مشت و لگد به جان این خبرنگار میفته رو براتون میذارم، اینو گوش کنید برمیگردیم. این کارو مطمئنم این کارو نکردم. شما نشدید دیگه. من از کجا شما منو میشناسید که میگم این کارو نکردم؟
اصلاحات رو شما نه من میخوام ببینم شما فقط این کاری شما زده اسلام هستید زده بلافقی هستید زده چون که منشأ این اسلام آذربایجان است شیعه آذربایجان است از صفوی آذربایجان است از چه چیزی اینو میگین صفوی صفوی چه ربطی به شیعه داره باشه برمزا شیعه جای دیگه ایران شیعه نیست جای دیگه برمزا شیعه در ایران صفوی آذری هستن اونا بنیانگذار رو تصفیه بودن نه خیلی شیعه بودن بفرمازه ببینید آقای قاسم آده چما بزن شروع تمام کن برده آقای قاسم تمام کنم نه به تمام همه تمام کنم شما چرا بکنم تمام کنم بله در مجلس هم میگیره کتک میزنه خبرنگارا تا این لحظه هم کوچکترین مشکلی برای این آقای قاضی پور پیش نمیاد. من نمیدونم این نفرت پراکنی قومی از کجا داره نشأت میگیره. البته مطمئنیم که دستایی در خارج از کشوره، ولی من نمیدونم نقش آقای خامنه ای در اینجا کجاست. نکنه که آقای خامنه ای هم بابت ترک بودنش پروبال میده به افرادی همچون نادر قاضی پور، چون نادر قاضی پور از جریان غیر اصلاحات وارد مجلس شده. اینها مسئله است که باید روش فکر کرد. ولی سخنانی که آقای پزشکیان حداقل دارن میکنن ما رو مطمئن میکنه که حرفایی که ایشون داره میزنه دقیقاً همون حرفایی است که از بیرون در از کشور ترکیه و جمهوری ایران که نام جعلی آذربایجان گذاشتن رو خودشون اینا داره از این طریق به آقای پزشکیان میرسه که من سرتون درد نگیرم. حالا دروغ هایی که اینا گفتن و فشارها که زیاد شده، رئیس این جریان فراکسیون خیلی چیزها رو میخواد زیرش بزنه. آقای پزشکیان با وجود اینکه اینا جلسه گذاشتن با هم نشستن در نخستین یکی دو تا جلسه گویا در مورد این فراکسیون قبیله گرایی گذاشتن، ایشون در نمایشگاه کتاب میره و چند تا خبرنگاران هوشیار به ایشون گیر میدن، ایشونو سوال پیچ میکنن و در این گفتگو آقای پزشکیان چند تا مسئله رو منکر میشه. اول از همه میگه من کی گفتم 100 تا؟ خب آخه چنان گفته بودی 100 نفر امضا کردن، تا الان 15 تا نام بیرون اومده. بعدش اینکه یک سوم مجلس یعنی بیش از یک سوم امضا کردن. بعد اینکه ما نمی‌رسیم شیراز هم ترکه، نماینده شیراز چرا امضا کرده؟ بعد اونجا میگه من نگفتم 100 تا. بعد بعدش دیگه ببینیم وقاحت رو به کجا میرسونه، میگه اصلا من کی گفته امضا کردم؟ آقا رئیس جریانه امضای خودش رو منکر میشه. و این بخش رو نگاه کنیم و من خیلی خوش آمد در این فیلم یکی از این نوچه های آقای پزشکیان های بحث قبیله گرایی و اینا میکنه و به این جوانانی که اینا رو دارن سوال پیچ میکنن همون انگی که دیگه در اروپا مد شده، هر تا کم میارن چهار تا واژه فاشیسم و راسیسم میخوان به ایرانگراها یا ملیگراها یا ناسیونالیستا بزنن که در اروپا مد شده در آمریکا مد شده، اون نوچه آقای پزشکیان به اینا میگه شماها فاشیستید و یه پسره میگه که و ما قوممون باید فلان باشه، قوما باید رشد کنن، یکی میگه ما فقط یه دونه ملت داریم. آخه یارو میگه ملیت ها نوچه پزشکیان، و این خبرنگار جوان میگه ما فقط یه ملت داریم اونم ملت ایرانه. حالا به هر حال این ویدیو رو نگاه کنیم برمیگردیم. همینجوری رسانه درست کنید دوستانتون ببین چه حرفی. من با کانال دوستان من میخوام شما الان پیش تولید اسکناس و پاسپورت و برای منطقه او سند خیانت داره. آقای دکتر سند خیانت داره. من کی گفتم سند نداره؟ لیست سند نداره. من کی گفتم سند؟ شما وقتی میگی جواب من کی گفتم؟ من کی گفتم؟ پس چه هواداری شما؟ من کی گفتم؟ سند هواداری کنترل آقا من کی گفتم؟ من کی گفتم؟ فراکسیون خودش برای توسعه کشور عزیز من بدون توسعه اقوام مملکت توسعه پیدا نمی‌کنه. وقتی لیستی که منتشر میگن چی گفتن که امضا کردن میگن من یه چیزی رو امضا نکردم. خانم سایی سخنگو
خوبه پس با صحبت کن من سازه کنشی به آقای بده کشتر تقوامه کشتر تقوام کشتر دیشتر نمیگه اونایی که اونایی که اونایی که اونایی که پرستن ملت را هم ملت ایران یعنی شما نگاه کنید وقاحت تا کجا میتونه باشه. ازش میپرسن آقا تو چرا فراکسیون قومی را انداختی؟ آقای پزشکیا میگه نه من فراکسیون قومی را ننداختم، فراکسیون ما ترکیست. چه فرقی داره؟ بی سوادید واقعا. چجوری شماها را از کدوم لپ لپ در آوردن فرستادن مجلس؟ بعد میبینه هوا پسه، میگه من کی گفتم صد تن؟ خودتون رو کشتید تو رسانه، ما 100 نفریم فلان، تلویزیون گوناس تی وی براتون خودکشی کرده انقدر دیگه تبلیغتون رو کرد. بعد که میبینه هوا پسه میگه 100 تنم نه امضا نکردن، کی گفتیم؟ بعد میبینه هوا بیشتر پسه میگه من که امضا نکردم. بابا رئیس فراکسیونی میگه امضا نکردم؟ بعد پسره میگه خانم زهراسایی خان چیزه سخنگوتونه. میگم خواننده جون، زن که اصلا تو ایران نمیتونه خواننده باشه. میگه سخنگوتونه، میگه بس برو با اون صحبت کن. اینم طرز سخن گفتن و حرف زدن و جواب دادن مثلا یک نماینده مجلسه. چرا آقای پزشکیان اگه کارتون درسته سرتو بالا بگیر بگو ما کردیم. خودتونم میدونین مزدوری داخل، خودتونم میدونین این کار چقدر زنند و زشته، خودتونم از این کارهای قبیله گرایی خودتون آگاهید، برای همین جرأت نداری سرتو در بین مردم بالا بگیری بگی آره من انجام دادم. مگر کاری که درسته رفت سرشو بالا میگیره حتی اگه تنها بشه. خودتونم شرمتون میشه در بین مردم، افتخار کنید به کار خودتون، مجبورید منکر شید. همین که منکر شدی من خیلی خوشحالم تا الان تو رودست مسئله که مطرح کردم یک بار نشده سرمو بندازم پایین و بخوام منکر کارام بشم. ولی از پشت این تیریبون به خیلی ها که تا به امروز گیر دادیم کلن اساسا خیلی چیزها رو منکر شدن. نه ما نگفتیم، ما که گفتیم فدرالیست، ما که گفتیم ملیت ها. خیلی ها از سوژه های برنامه ما تا به امروز حرفاشون رو پس گرفتن، چون این نشون میده پس شماها کاری که میکنید خودتون میدونید زشت و زننده است که مجبور میشید منکر بشید آقای پزشکیان. و در آخر هم اون نوچش برمیگرده میگه ملیت ها حق دارن شما فاشیستید، و پسره که نمیدونم کی هست برمیگرده میگه ما یک ملتیم و درود به شرف این پسر. بگذاریم سرتون رو درد نیارم. در مورد فراکسیون تا همینجا کفایت میکنه سخن گفتیم. من فقط بخش پایانی رو در مورد این که ما در ایران چرا ترک نداریم که در برنامه 46 هم البته میتونید ببینید، ولی باز یک یادآوری میخوام بکنم و حالا وای میسیم ببینیم این فراکسیون به کجا میخواد برسه. امیدوارم جمهوری اسلامی، چون خب جمهوری اسلامی که یک دست نیست، بخشایی در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران دارن به خودشون میان. ما میدونیم اطلاعاتی داریم که بخشایی از سپاه و اطلاعات فهمیدن خیلی از مسائل و دارن به ایرانگرایی رو میارن و امیدوارم در آینده بخشایی مسلح جمهوری اسلامی رو برگردونن از این رژیم و به مام میهن بازگردن و به خاطر تاریخ کشورمون برای یک حکومت ملی کودتایی بکنن و ایران رو از دست این آخوندا نجات بدن و یک حکومت ملی برپا کنیم و دوباره بتونیم برای ایران بزرگ سیستم پادشاهی رو راه اندازی کنیم. بگذاریم و امیدوارم اون بخشی که فهمیده در جمهوری اسلامی ولی داره یواش یواش به سوی مام میهن باز میگرده اجازه نده این فراکسیون به جایی برسه. این از این. اما در ایران واقعا من واقعا برام غم انگیزه. ازبک ها خودشون رو ازبک میدونن، قرقیزستان خودشون قرقیز میدونن، ترکمنستان خودشون رو ترکمن میدونن، حتی جمهوری ایران که نام جعلی آذربایجان رو خودش نامیده باز خودش رو ترک نمینامد، خودش رو آذری مینامد. فقط ترکیه است که خودش رو ترک میدونه و خاک بر سرمون که مردم آذربایجان، همسرم آذری همیشه میگم مخصوصا، و ما مردم آذربایجانمون بخششون خودشون رو ترک یا ترک اینا میدونن، ترک هم نه ترک میدونن، در حالی که ترکان اقوام وحشی بودن در آسیای مرکزی و سیبری و اینا. چین از ترس این آدمای وحشی که اینا اصلا ساختار حکومتی نداشتن، ساختار آداب و رسوم نداشتن، بسیار وحشی بودن. در برنامه 46 هم توضیح دادیم که چین از ترس اینا دیوار چین رو را میندازه که اینا نرن اونجا غارت کنن. ایران ساسانی
دیوارهای آلان و دربن رو میکشه که مردم روم، روم باستان انقدر از این وحشیای ترک در آسیای مرکزی میترسیدن و آسیای شمالی، پول میدن، خراج میدن، حالا به قول اسلامیش خراج میگن، مالیات میدن به دولت ساسانی تا از این دیوارا بیشتر محافظت کنه که یه زمانی این وحشیا ایران رو رد نکنن به روم برسن، که البته بعدن از بالای گرگان و دریاچه ما دریای ما دریاچه مازندران میگذرن و راهشون رو پیدا میکنن به بخشای آناتولی، اینا که هنوز هم هستن، و اونجا یه خورده بیچاره میکنن رومیا رو. بگذاریم. و اصلا اساسا این ایرانی ها ترک ما نداشتیم. بعدش که اینایی که مهاجرت کرده بودن از بالای دریای مازندران و گرگان رفتن و مسیر خودشون رو در آناتولی پیدا کردن، بعدن شدن ترکان عثمانی، در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب به ما حمله کردن و زبان خود را به ما تحمیل کردن در اون چند سالی که در مناطق آذربایجان بودن. و اصلا زبان آذری با زبان ترکی ربطی نداره. زبان آذری ریشه ای از زبان اوستایی که شوربختانه تقریبا از بین رفت. البته الان هستن بخشایی در آذربایجان ما که این زبان هنوز استفاده میکنن. و من براتون جالبه، شما باید برید سفرنامه ابن فضلان رو بخونید. در مورد این مردم ترک توضیحات جالبی داره ابن فضلان. سفرنامه‌شو اگر بخونید، دو تا روایت داره که این روایت‌ها جالبه. روایت اول برمیگرده میگه که من بلند شدم رفتم، خواستم برم پیش ترکان، به من گفتن که شما چیز کن، شما با خودت آجیل و میوه و اینا ببر، چون اینا چیزی از کشاورزی نمیدونن، خوشحال میشن. میگه من رفتم اونجا و به اینا آجیل بردم، گردو و پسته و اینا، تا به اینا دادم انقدر اینا خوشحال شدن، انقدر خوشحال شدن، زناشون معذرت میخوام از بانوانی. که این دیگه نوشته آقای ابن فضلان در سفرنامه‌ش، رو برید بخونید، اینا تاریخه، من به خدا خودم در نمیارم. میگه دامنهای خودشونو دادن بالا، معذرت میخوام، تمام، حالا به قول اسلامیش میگن شرمگاه، تمام آلت تناسلیشون رو نشون دادن. و من همونجا تعجب کردم، گفتم این چه کاریه، چرا زناتون ببخشید دامن رو دادن بالا، همه رو نشون دادن دیگه. که برگشتن اونجا گفتم ما ترکان وقتی که خیلی خوشحال بشیم بخوایم از مهمونمون سپاسگزاری کنیم بابت کادویی که آورده، این کارو میکنیم، اونجا زنامون رو نشون میدیم. این فرهنگشون بوده. یا ابن فضلان در سفرنامه خودش روایت ها داره، خیلی روایت داره، ولی یه روایت دیگه داره که حالا براتون میگم. میگه من بلند شدم رفتم اونجا، دیدم یکی این ترکانا داره، تورکا، خوشنم با چهار تا واو بذاری، ترک، به قول این برخی از این تجزیه طلبان کرد ما که نام خودشونو گذاشتن کرد. میگه رفتم اونجا دیدم یکی این تورکا داره دفن میشه، بعد باهاش مثلا یه نزدیک 20 تا شاخه درخت دارن دفن میکنن. بعد من گفتم آقا این 20 تا شاخه درخت داستانش چیه؟ اونجا بهش توضیح میدن که آقا جو این درخت ها، این 20 تا شاخه نشان دهنده اینه که این آقا در طول عمر گرانبهای خودش 20 تا رو کشته. هر تعدادی که شما ترک باشید و آدم کشته باشید، موقع مرگتون باهاش شاخه درخت دفن میکنن که چی بشه؟ در اون دنیا این شاخه های درخت که کشته شدگان در این دنیا توسط اون ترکن، به مانند خدمت گذار بهش خدمت خواهند کرد. این اعتقاد این ترکا بوده. حالا شما فکر کنید مردم آذربایجان ما با این تاریخ، با این فرهنگ، تمام ایران، شما میبینید آذریای ما بیشتریاشون معلم ریاضی، من اینقدر معلم ریاضی تو این آذر، همشون آگاه، همشون با سواد، مهد زرتشت و اینا، همه ما در آذربایجانه. ما همیشه داریم خودمون رو میکشیم، آقا جون شما فرزند زرتشت و کوروش و فردوسی. بعد من نمیدونم این بخش پانترک اونجا چی میگه، اصرار داره فرزند آتیلا و چنگیز باشی، تیمور باشی، خب برو باش، خلایق و هرچه لایه، خاک بر سرتون کنم. یعنی مردم آذربایجان با فرهنگ این، شما چی دارید میگید؟ یا روایت های دیگری وجود داره. من مثلا محمود کاشقری یکی از بزرگترین مؤلفان لغات ترکی است. یعنی شما تو بخش لغات ترکی ببینید محمود کاشقری چیکار کرده. این بر میگرده میگه که اگر جنگاوری شمشیرش زنگ بزند، از جنگاوری میافتد. اما اگر ترکی شهری شود، از ترک بودن. انقدر اینا بیابونی بودن. واقعا آدم میمونه. یا مثلا شما
بیابان مثلا چیز میگه بیحقی میگه که انقدر میخوام میگم این ترکا بیابون نشین بودن و وحشی. بیحقی میگه که شهرها برای ما ایرانی ها پدر مادر است، اما بیابان ترکان را. یعنی انقدر اینا به وابسته به بیابان بودن. میگه حتی سفرنامه ابن فضلان رو بخونید، خیلی جالبه. و من یه نکته ای رو بهتون بگم، این حضرت ترک یا همین آقای پزشکیان هم تو این سخنانشون گفتن که آی زبان رو به ما تحمیل کردید و زبان نباید تحمیل بشه، این چرندیاتی که این تجزیه طلبان پان ترک خیلی میگن. خب ما در این 1300-400 سال یه دوران 30 ساله زندیه رو داریم، یه دوران 50 ساله پهلوی ها که حکومت دست پارسی زبانان بوده. کل تاریخ ما حکومت بیشتر در دست این ترک زبانان بوده، مثل سلجوقیان، مثل غزنویان، مثل صفویان، حکومت دست اینا بوده. ولی شما میبینید که این حکومت با اینکه دولت حکومت زبانش ترکیست، ولی به زبان پارسی همچنان مونده، پربار مونده، همه چیزش ماندگار شده زبان پارسی. اما زبان ترکی هیچی ازش نمونده، این زبان زبانه ضعیفیست و حتی حکومت، میخوام بگم خرد جمعی، زبان پارسی را انتخاب کرده. حتی حکومت هایی که ترک بودن مثل صفویان و سلجوقیان و غزنویان و حتی قجرها، زبان پارسیست که ماندگار میشه. خب چرا این حکومت ها برای زبان ترکی شما کاری نکردن؟ چهار تا کتاب درست براتون برجای نذاشتن؟ تازه اون کسی مثل کاشقری هم که میره لغتتون رو درست میکنه، فرنگ لغت درست میکنه، اینجوری تو سرتون میزنه. آقا جون ما ترک تو ایران نداریم، توهین نکنید به آذریای ما. میهن پرستترین افراد ما آذریا هستن. من ببینید این خیانت جهانی، استعمار جهانی چه میکند؟ میهن پرستترین افراد ایران رو، مثل کردهای ایرانی، آذریای ایرانی رو میاد بهشون میگه شما ترکید، شما کردید، شما ایرانی نیستید، فرای ایران هستین، شما باید برای خودتون قوم بشید. تیک تیک مثل یه کشتی که نشستی، اگه یه تیک میبره میخواد برای خودش ببره. نه این خبرها نیست. فراکسیون قبیله گرایی به نام مناطق ترک نشین ما نداریم و نباید. من امیدوارم اون بخشی که در سپاه، خیلی اونا میدونن چی دارم میگم، بخشی که در سپاه، بخشی که در وزارت اطلاعات به خود آمده، با تاریخ ایران آشنا شده، جلوی این قضایا رو بگیره. در آینده من برنامه‌ای خواهم داشت که راه را نشان بدم و بگویم که تنها راه نجات ایران بخش مسلح ایرانه، که اینها باید با فرهنگ ناسیونالیسم ایرانی آشنا باشن و دارن میشن و اینها با یک کودتا باید ایران رو نجات بدن و یک حکومت ملی پادشاهی بدون این مسخره بازی‌های انتخابات آزاد اینا، که زیر خیال باطل ما وارد اینجور بازی‌ها بشیم که بعدش حکومت به دست جریانات ایران ستیز بیافته. خیر، حکومت رو با قدرت باید گره و حکومت پادشاهی و ملی رو باید دوباره راه اندازی کرد برای ایران بزرگ. ما میخواییم ببخشید افغانستان آریانامون و تیکه وجودمون، جیگرمون، تاجیکستان و بحرین و این پاره های تنمون رو به ایران بچسبونیم، دوباره یکی شویم. شما برای ما فراکسیون قبیله گرایی را میندازید؟ شرمتان باد. سرتون رو درد نیارم، طولانی نمیخواستم صحبت کنم، لازم بود در این مورد صحبت کنیم و بگیم ما اصلا ترک نداریم که فراکسیونی این چنین زننده داشته باشیم. و امیدوارم چون شبکه‌های اجتماعی باعث شده هر روز آگاهی‌ها داره زیاد داده میشه، امیدوارم در آینده من از شر کار کردن و دغدغه‌های زندگی خلاص بشم و بیشتر بتونم آگاهی بدم، چون میبینم نتیجه داره میده و بتوانیم با راه اندازی یک رسانه ماهواره‌ای بیشتر بتونیم اطلاعات بدیم و منم دیگه کار نکنم، بیشتر میشینم روی این قضیه کار میکنم 24 ساعته فقط آگاهی بدیم در برابر این همه رسانه هایی که مال گلوبالیست های جهانی هستند، رسانه های دولتی. و من واقعا حالا در آینده یه برنامه خواهم گذاشت، خیانتی که رسانه های ما کردن در ظرف این 38 سال با چرنگویی، 4 تا اطلاعات درست به مردم ما ندادن. و امیدوارم این موقعیت برای من پیش بیاد در آینده، تعدادی از میان پرستان ما را ساپورت مالی بکنن که ما واقعا دغدغه زندگی نشوشیم، آگاه کنیم ملت رو که بدانن کجا وایستادیم و هدف چیست و چگونه میشه ایران بزرگ و
هم سیستم پادشاهی رو بتونیم دوباره برقرار کنیم و هم ایران پادشاهی رو دوباره احیا کنیم، ایران بزرگ رو احیا کنیم. و هر روی عزیزان سرتون رو درد نمیارم، سپاسگزارم. این برنامه دیگه اشتراک گذاری برنامه ها به هیچ عنوان یادتون نره، جدی بگیرید و بدانید که ایران بزرگ اول از همه آرمان بزرگ میخواهد. پاینده ایران، بدرود.